دوستای خوبم سلام، به کلاس درس خوش اومدید. امروز تو این جلسه میخوایم دومین خاصیت لوگاریتم رو با همدیگه یاد بگیریم و اون خاصیت از این قراره که لوگاریتم حاصل ضرب برابر با جمع لوگاریتم هاست. در اینجا به این صورت می‌نویسیم که لوگاریتم حاصل ضرب a در c در مبنای b برابر با جمع لوگاریتم a در مبنای b با لوگاریتم c در مبنای b. این خاصیت بسیار مفیدیه و خیلی به کار میاد. حالا بعدا مثال ها رو که حل میکنید از مبحث لوگاریتم خیلی بهش برخورد کنید، اما قبل از اینکه به خاطر مفید بودنش حفظش بکنید، بذارید یه بار با هم دیگه ثابتش بکنید. من فرض میکنم که لوگاریتم AC در مبنای B برابر با X و همینطور فرض میکنم لوگاریتم A در مبنای B برابر با Y و همینطور فرض میکنم لوگاریتم C در مبنای B برابر با Z. وقتی که لوگاریتم AC در مبنای B برابر با X، در نتیجه X توانیه که اگر B به اون توان برسه برابر با AC میشه. همینطور وقتی که لوگ A در مبنای B، لوگاریتم A در مبنای B برابر با Y، Y عددیه که اگر B به اون توان برسه برابر با A میشه. و طبق همین توضیح ها لوگاریتم C در مبنای B وقتی که برابر زده درش B به توان Z برابر با C. درسته؟ خب حالا یه نگاه بکنیم. ما داریم که B به توان X برابر A ضرب در C و از طرفی دارم A برابر با B به توان Y و C برابر با B به توان Z. من از این تساوی جای A B به توان Y رو میتونم بذارم و از تساوی پایینی جای C میتونم B به توان Z رو بذارم. در واقع A و C رو از دو تساوی پایینی جایگزین میکنم و این نتیجه میشود که B به توان X میشود B به توان Y ضرب در، در واقع B به توان X برابر با B به توان Y ضرب در B به توان Z، که میتونم حتی اینو ساده تر بنویسم، پایه ها رو در سمت راست یکی بکنم، در چه B به توان X برابر میشه با B به توان Y به علاوه Z و این نتیجه میده وقتی که B به توان X برابر با B به توان Y به علاوه Z، در نتیجه X برابر میشه با Y به علاوه Z. حالا خود X چی بود بچه ها؟ خود X از این قرار بود، خود X برابر بود با لوگ AC در مبنای B. پس من جای X می نویسم لوگ AC در مبنای B از این تساویی که اینجا دارم. Y برابر چی بود؟ Y اینجا داشتیم که لوگ AB برابر Y بود، پس من جای Y هم جایگزین می کنم لوگ A در مبنای B. Z برابر چی بود؟ اینجا داشتیم که لوگ C در مبنای B برابر به Z، پس Z هم جایگزین می کنم و اون چیزی که میشه اینجوری میشه بچه، شد لوگ AC در مبنای B برابر با لوگ A در مبنای B به اضافه لوگ C در مبنای B. خب دقیقا همون چیزی رو که میخواستیم ثابت کردیم. ثابت کردیم که حاصل ضرب لوگاریتم ها، حاصل لوگاریتم حاصل ضرب برابر حاصل جمع لوگاریتم هاست. در واقع لوگاریتم AC در مبنای B برابر با لوگاریتم A در مبنای B به اضافه لوگاریتم C در مبنای B. تا این قضیه تازه و تازه و داغ و تنوریه، بیاید یه مثال ازش حل بکنیم. از ما خواستن که 3 به اضافه لوگاریتم X در مبنای 3 رو ساده ترش بکنیم. میگم که من اینجا دو تا چیز رو دارم که با هم جمع بکنن. اگه این 3 رو تبدیل به لوگاریتم بکنم، اون موقع میشه جمع دوتا لوگاریتم که بعد میشه لوگاریتم یه حاصل ضرب. سه بچه ها، سه رو من چجوری میتونم به تبدیل به یه لوگاریتمی در مبنای سه بکنم؟ در واقع سه برابر لوگاریتم چه عددی در مبنای سه؟ برای اینکه به این سوال جواب بدم میگم که x برابر میشه با سه به توان سه، در نتیجه x برابر با 27. درسته؟ پس در نتیجه لوگاریتم 27 در مبنای 3 برابر با 3. خب من اینو از این استفاده می کنم و
نتیجه میگیرم که من میدونم که لوگاریتم 27 در مبنای 3 برابر 3. پس جای 3 که اینجا دارم مینویسم لوگاریتم 27 در مبنای 3. و عبارت اولیه‌ای که داشتیم به این صورت در میاد. عبارت 3 به اضافه لوگاریتم x در مبنای 3 به صورت لوگاریتم 27 در مبنای 3 به اضافه لوگاریتم x در مبنای 3 در میاد. حالا از خاصیتی که همین کمتر از یه دقیقه پیش ثابت کردیم که گفتیم حاصل جمع لوگاریتم ها برابر لوگاریتم حاصل ضرب، منم میگم حاصل جمع لوگاریتم x در مبنای 3 با لوگاریتم 27 در مبنای 3 برابر میشه با لوگاریتم 27 ضرب در x در مبنای 3. چون ممکنه این x رو ضرب و قاطی بکنیم، چون خیلی شبیه همه، ساده تر می نویسم اون علامت ضرب درم حذف میکنم، می نویسم لوگاریتم 27 x در مبنای 3. خب این یه مثال خیلی اولیه بود از نحوه استفاده از این خاصیت لوگاریتم. توی جلسه بعد خاصیت بعدی لوگاریتم رو با هم یاد میگیریم. اسم این خاصیت رو میذاریم خاصیت جمع. توی جلسه بعد خاصیت تفریق رو یاد میگیریم. مرسی که توی این جلسه با من بودید. فعلا خدافظ.